در جلسه گذشته یه مقدار راجع به کلسترول باهاتون صحبت کردم و خدمتتون گفتم کلسترول بعد اصلا وجود نداره کلسترول یک، یکی از اون چیزایی هستش که در بدن بسیار لازم و ضروریه و بدون اون نمیتونیم زنده بمونیم ولی وقتی که یک نوع از کلسترول که ال بهش میگم بالا رفته باشه میتونه نشونه این باشه که یک چیزی از بالانس خارجه ولی خب بجن که ما فقط بیام کلسترول رو با دارو پایین بیاریم بهتره که ریشه رو بهش رسیدگی بکنیم و ببینیم که چرا کلسترول ما بالا رفته به خاطر اینکه همونجور که گفتم کلسترول میاد که جون ما رو نجات بده و صدمات که به دیوارهای عروق هست ترمیم بکنه حالا چیزی که باعث میشه بعضی از چیزایی که باعث میشن که کلسترول بره بالا یکی از اونها اضافه وزنه پس اگر که کلسترولتون بالاه و اضافه وزن دارین بدونین که یکی از دلایلش به خاطر اضافه وزن صد درصد وزنتون رو سعی کنین تا اونجایی که میتونین کم کنین، یا خودتون یا به یک متخصص تغذیه حتما مراجعه کنید که کمکتون کنه یکی دیگه از دلایلش میتونه ناراحتی های تیروید من جمله کمکاری تیروید باشه که امروزه خیلی ها گریبانگیرش هستن کمکاری تیروید و کلسترول اگر کلسترولتون بالاست و میدونین که تیرویدتون کمکاره پس بدونین که یکی از دلایل که کلسترول رفته بالا همینه دلیل دیگه علاوه بر اضافه وزن و کمکاری تیروید مصرف سیگاره کسانی که سیگار میکشین و کلسترولتون بالاه مطمئن باشین اگر سیگارتون رو ترک کنین کلسترولتون میاد پایین یکی دیگه فشار خونه به همون صورت وقتی ما فشار خون مرتب میره بالا به همون صورت هم کلسترول احتیاجش بیشتر میشه و میره بالا یکی از دلایل دیگهش علاوه بر فشار خون و, و اضافه وزن و همه اینها میتونه استرس باشه استرس فشارهای روحی روانی بسیار میتونه در سلامتی ما اثر بد بذاره و همچنین باعث بشه که کلسترول ما بره بالا بعضی از مواقع بالا رفتن کلسترول یک سری دلایل ژنتیکی داره که البته فقط نباید بگیم خب چون دلیل ژنتیکی داره پس کاری نمیتونیم راجبش بکنیم و به هر حال باید باهاش بسازیم نه کارایی میتونیم بکنیم در روش زندگیتون که بهتر بشه عدم تحرک و عدم ورزش که میدونید ورزشی که از مهمترین چیزایی برای سلامتیه حتما حتما اگر تحرک نداره بدنتون و ورزش نمی باقیره و غیره مطمئن باشین که یک ورزش روزانه رو حتما انجام بدین به خاطر که اون هم میتونه خیلی کمک بکنه برای پایین آوردن یعنی برای باعث بشه که سالم بشین و احتیاجتون به کلسترول کمتر بشه علاوه بر همه اینها مصرف آبتون بعد به اندازه باشه و به هر حال تمام مو... چیزایی دیگه که راجع سلامتی همیشه صحبت کردیم اونها رو اگه رایت بکنین خب میتونین خیلی به راحتی کلسترولتون آروم آروم بیارین پایین اگر هم احتیاج به کمک داشتین حتما به یک متخصص تغذیه رجوع کنین که از راه طبیعی و درست کمک بکنه که کلسترول شما به حالت طبیعی برگرده